سلام، خوش اومدید به کانال من میترس. امروز قراره یه ترک خیلی فوق‌العاده رو با هم ریاکت و خاطره بازی و یکم در حد فهم و شعور و سواد خودمون در موردش صحبت کنیم. ترک اسم ترک لمسه از بهرام، از آلبوم اشتباه خوب با مهندس صدا و آهنگسازی و ببخشید پرودوسینگ مهدیار آقاجانی. خب خودتون یادتونه دیگه، سال 2014 وقتی که آلبوم اومد چه فضای فوق‌العاده‌ای رو ایجاد کرد و هنوز زد حدود 7 سال آلبوم هنوز شنیدنیه، گوش کردنیه و جذاب و هنوز مفاهیمی که استفاده کرده مفاهیم جذابه. صراحه من خیلی حرف نمیزنم، اول بریم آلبوم گوش بدیم و البته قبل از گوش کردن آلبوم لطفاً سابسکرایب کنید و با سابسکرایب کردنتون به رشد و نمو کانال من کمک کنید. دمتون گرم، بریم ترک رو گوش کنیم، در خلال ترک با هم صحبت میکنیم. از بچگی به هم گفتن بزرگ میشی یادت میره، من کوچیک شدم و یادم موند و این یادم داد که واقعیت همیشه خلاف گفته هاشون خواهد بود. نقطه این آهنگ حالت روحی الان منه، نه خوشگله نه زش نه عام پسند، نه واسه مهمونی خوبه نه توی ماشین وسط یه جاده پر از منظره قشنگ، نه خوبه نه بد نه درسته نه غلط، نه سیاه نه سفید خاکستریه، این یعنی رنگ واقعیت، واقعیتی که میگه کل زندگی بازیه، رویاهات میکشنت جلو، خاطراتت میکشنت عقب، چی میمونه ازت؟ یه چیزی میشی به عمق افکارت و به طول زندگی. خب ببین، انقدر من زیاد عادت ندارم وسط ترک پاوز بدم، ولی خب انقدر این آلبوم مفاهیم خوبی داره که آدم دلش میخواد که تیکه تیکه باهاش صحبت کنه. خب ببین، از اول ترک شروع میشه، از بچگی فلان و بهمان و اینا، خیلی خوب داره به پوچی دنیا و به هیچ چیز نبودن دنیا اشاره میکنه و از بچگی به بزرگ فلان و اینا، و وقتی که میاد جلو من خیلی بحثی که تو این ترک برام جذابه همون نه سفید نه سیاه خاکستری، این رنگ واقعیت، این خاکستری دیدن دنیاست. دنیا حالا از نظر خود منم، یعنی مثلا رنگ مورد علاقه من خاکستری، دنیا هیچ نقطه سفید و سیاهی به نظر من نداره، یعنی ما هیچ اتفاقی سفیدترین نیست و هیچ چیزی سیاهترین نیست، و این خاکستری بودن دنیا، نه خاکستری بودن اتفاقات، خیلی در خلاف نگاه ادیانه، چون ادیان کاملا دنیا رو سیاه و سفید میبینن، ولی افرادی که دین محور نیست زندگیشون و دین رو محوریت فکری و نگاه ذهنی خودشون نمیدونن، دنیا رو خاکستری میدونن و بر این باورند که هیچ چیزی نه انقدری درسته که سفید باشه و نه انقدری اشتباهه که سیاه باشه، و سر همین دنیا خاکستری. و یه جای دیگه که میگه دنیا مجموعه منظمی از بی‌نظمی هست، هم که فکر کنم هممون تو فیزیک خوندیم که این جهان و این فیزیک و کلا فیزیک و حالا هسته و اتم و هر چیزی از یک کنار همنشینی زیادی از بی‌نظمی هست، یعنی در اوج نظمی که وجود داره این نظم از کنار هم قرار گرفتن مجموعه از پارادوکس‌ها بی‌نظمی شکل گرفت. سر همین خیلی مفاهیم خوبی رو تو چند خط و انقدر فوق‌العاده توضیح میده و به نظر من واقعاً کار درستی کرده، در کنارش هم که این آهنگسازی و بیت سازی درست مهدیار قشنگ ترک هول داده به سمت یکی از بهترین ترک ها. ولی این مهمه کی رفتنی کی موندنی، کی تو هاشی است کی تو مرد، کی یه جرق است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی. ولی این مهمه کی رفتنی کی موندنی، کی تو هاشی است کی تو مرد، کی یه جرق است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی. فقط با چند خط شعر خوندنی. زندگی یه مجموعه منظم از بی نظمی هاست، یه مجموعه معقول از بی عقلی ها، له شده زیر پای عرف اجتماع، خوب ولی اشتباه. من ترکش کل جنگ ها تو شونمه، من لای همین آهنگ ها خونمه، من شعر نمیگم من شعر میشم، این موسیقی واسه من این بودنه. شما چی؟ شما که مام میهن و مالیدی زیر بغلت که بو نگیری،
شما که خوبها رو بد کردی، ما اون مرزهای پیچیده و در همه مغز تو رو رد کردی. هی این یعنی له شدن کلیشه ها نوبتی، این یعنی وطن ولی آدمای غربتی، این یعنی موسیقی مدرن تو جامعه خشک سنتی. منو میبینی جلوی پا هیچ رد پایی نیست، تو استراب دست های پر آرامش دست های خالی نیست، از این زمین نفرین شده تا آسمون بکر راهی نیست. منو میبینی حتی افتخار میکنم به اشتباهام، هرچند کل گذشتم و حالم و آیندم و له شده دیدم زیر پاهات. خب نگه داریم، یه عالمه مفهومه. حالا از اول چیزی که ما پاس کردیم ازش گوش کردیم بخیر توجه میکنیم، ما اولش داره به هم میگه دنیا پوچه از بچگی و فلان و اینا و دنیا که اتفاقا به درد نخور میبینه، که من توی که از تفسیر رو خوندم که از آیه از دنیا فلان، از یکی از آیه های سوره عنکبوته و این یه جاهایی هم حالا من حس میکنم که درسته و از این آیه برداشته شده، چون که کاور آلبوم هم خیلی آدم رو سوق میده به سمت لونه عنکبوت یک جاهای، یعنی یک دیده بخوای نگاه کنی و میاد این پوچه دنیا رو میگه. وقتی این پوچه رو میگه نگهت میداره و بهتون میگه این دنیا پوچه، ولی بعد یک جایی از سرک میگه هم جای هم بین همین آهنگا خونمه فلان، من شعر نیستم من شعر میشم. حالا از دید من، یعنی من سواد کم من، اینو میگه که خیلی نگاه هستی گرایانه ای داره، همون هستی گرایی، همون کلمه قلم به سلم اگزیستانسیالیسم که حالا ماحصل تفکر فیلسوفای فرانسوی شبیه سارتر و کاموه و یه فیلسوف دانمارکی هم بود که من اسمش یادم رفت، کلن پایگذار اگزیستانسیالیزمه، چند وقت یادم بود اسمش چیه حالا یادم رفته، ولی خب خیلی این تفکر رو بیشتر با کامو و سارتر میشناسیم، مثلا چیستی اگزیستانسیالیسم و سارتر نوشته، این زیاد نمادیم بگم ولی چه مهمی نیستم. حالا اگه میخواید بیشتر در موردش بدونید میتونید مثلا طاعون کامو رو بخونید که خیلی هم ربط داره به این روزای کرونا، یا مثلا سقوط کامو رو میتونید بخونید، یا اگه سقوطش بود طاعونش بود میتونید بخونیدشون و بیشتر این مفهوم رو در قالب رمانای آلبر کاموی فرانسوی درک کنید. و میگه اوکی زندگی من پوچه، ولی این اتفاقاتی که الان من دارم باشه از پنجره نگاه میکنم زندگی منو معنی میده. و میره جلوتر و شروع میکنه با مردمش، با جامعهش و اتفاقاتی که تو خاکش که خیلی دوستشون داره حرف میزنه، که اینم میگن باز ماحصل همین اگزیستانسیالیسمه، چون عشق به وطن هم یک جوری انرژی برای ادامه زندگیه، عشق به هنر، عشق به وطن، عشق به زندگی باعث میشن که در عین پوچی زندگی تو ادامه بدی. و خب خیلی خوبی مفهوم ها رو کنار هم میچینه برای ما توضیح میده و ما گوش میکنیم و لذت میبریم. خیلی مفهوم زیاد احساس میکنم اگه بیشتر از این حرف بزنم سرتون درد میارم، سرم بریم ادامه ترک. ولی این مهمه کی رفتنیه کی موندنی، کی تو حاشیه است کی تو مرز، کی یه جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی. ولی این مهمه کی رفتنیه کی موندنی، کی تو حاشیه است کی تو مرز، کی یه جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی، فقط با چند خط شعر خوندنی. صدای خیابونم و ترکم که تموم. یه روز بچه ها میگفتم که چرا به نظرتون دیگه مهدیه رو بهرام هم کار نمیکنن، که از بچه ها گفت انقدر این اشتباه خوبه درست بود که به نظر من هر کاری کنم به این درستی نخواهد بود و به نظر من نباید با هم کار کنم. درست میگفت. ممنون که تا اینجا گوش کردید. این کامپلکس موفقی از یک موسیقی و یک رپ فوق العاده فارسی بود که به نظر من یکی از بهترین ترک های رپ فارسی.
دمتون گرم. اگه تا اینجا دیدی سابسکرایبتون نره، سابسکرایب کردنتون حس خوبیه. فردای شما خدا حافظتون.